نام خدا، دانش هستم، دکتر ژنتیک بیومتری. مباحثی که در این ویدیو آموزشی خدمتون ارائه میشه شامل نوکلئوتیدها، دی ان ای، شکل های متفاوت دی ان ای، عوامل پایدار کننده دی ان ای و تفاوت شیمیایی دی ان ای و آر ان ای هستش. مقدمه. ژنتیک یا علم بررسی وراثت فرآیندیه که در اثر اون صفات از والدین به فرزندان منتقل میشه، به طوری که همه موجودات حتی انسان به والدین خودش شباهت پیدا میکنه. وراثت به وسیله تعداد زیادی از ژن‌ها کنترل میشه. ژن‌ها ذرات فیزیکی مستقل در همه موجودات زنده هستن. دانشمندان علاقمند بودن بتونن چطور ژن‌ها در هنگام تولد مثل از والدین به نتاج منتقل میشن و چطور ژن‌های مختلف با همدیگه عمل میکنن تا صفات قابل تغییری مثل قد و رنگ چشم رو کنترل کنن. در طول دهه 1930 معلوم شد که ژن‌ها عوامل مستقل فیزیکی هستند و مثل بقیه اجزای سلولی از مولکول‌ها ساخته شدن و با روش‌های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی مطالعه اونها امکان پذیره. بعد از اون رشته زیست‌شناسی مولکولی ایجاد شد. یکی از اهداف اولیه زیست‌شناسی مولکولی تشخیص شیمیایی ژن‌ها بودش. زیست‌شناسان این مسئله رو که ژن‌ها فقط واحدهای وراثتی هستن خیلی زود کنار گذاشتن و ژن‌ها رو به عنوان واحدهای اطلاعات زیست‌شناختی در نظر گرفتن. به عبارتی مجموعه کامل ژن‌ها در یک موجود دارای تمام اطلاعات لازم برای ساختن یک موجود زنده و فعاله. ژنتیک و زیست شناسی مولکولی دو تا موضوع کاملا مرتبط به همن. درسته که تفاوت‌های بین اونها وجود داره، ولی بهتره که اونها رو توی یک قالب مطرح کنیم. اصطلاح ژنتیک مولکولی امروزه بیشتر برای توصیف شاخه‌ای از زیست شناسی به کار میره که مربوط به مطالعه همه جنبه‌های یک ژنه. وقایع مهم در ژنتیک مولکولی تا سال 1944. در سال 1865 مندل نتایج آزمایش‌های دورگیری یا هیبریداسیون خودش رو در مورد نخودفرنگی ارائه داد. در سال 1900 دوریس، کورنس و شرماک کارهای مندل رو مجدداً کشف کردند. در سال 1903 ساتن پیشنهاد کرد که ژن‌ها روی کروموزوم‌ها قرار دارند. در سال 1905 بیتسون اصطلاح ژنتیک رو برای مطالعات وراثتی پیشنهاد کرد. در سال 1909 جوهانسن پیشنهاد کرد که عوامل مندلی ژن نامیده بشن. در سال 1910 مورگان آزمایش‌های دورگیری یا هیبریداسیون خودش رو با مگس سرکه شروع کرد. در سال 1911 استورت وانت محل 5 ژن رو روی کروموزوم مگس سرکه تعیین کرد. در سال 1915 نقشه ژنی مگس سرکه به 85 ژن مختلف روی 4 تا کروموزوم افزایش پیدا کرد. در سال 1927 مولر کشف کرد که اشعه ایکس باعث تغییرات یا موتاسیون یا جهش در مگس سرکه میشه. در سال 1932 بور سخنرانی خودش رو تحت عنوان نور و زندگی در کپنهاگ ارائه کرد. در سال 1935 دلبروک، تیموفی فرزوفسکی و زیمر پیشنهاد کردند که ژن یک واحد فیزیکیه. در سال 1940 دلبروک گروه فاژ یا باکتریوفاژ رو تشکیل داد. در سال 1941 بیدل و تاتوم پیشنهاد کردند که هر ژن فعالیت یک آنزیم رو کنترل میکنه. در سال 1944 شرودینگر کتاب زندگی چیست رو منتشر کرد. تاریخچه اطلاعات دی ان ای تا سال 1953. در سال 1869 فردریک میشر دی ان ای رو در عصاری که از سلولهای چرک زخم به دست اومده بود کشف کرد. در سال 1894 کوسل و نیومن سه باز در دی ان ای رو تشخیص دادن. در سال 1900 هامر استن نشون داد که دی ان ای داره یک گند پنتوزه. در سال 1929 لون نشون داد که گند دی ان ای دو پرین‌دیوکسیریبوزه. در سال 1934 کاسپرسون ثابت کرد که دی ان ای یه ماکرومولکوله. در سال 1944 آوری، مکلود و مک‌کارتی کشف کردند که دی ان ای ماده تراریختیه. در
در سال 1950 چارگاف ثبات و پایداری نسبت بازها رو ثابت کرد. در سال 1952 هرشی و چیس نشون دادن که ژن‌های فاژ یا باکتریفاژ از DNA درست شدن. در سال 1953 جیمز واتسون و فرانسیس کریک ساختمان مارپیچ دوگانه DNA رو تشخیص دادن. DNA یک پلیمره. در اواخر دهه 1930 معلوم شد که DNA یک مولکول پلیمر طولانی و طویله و متوجه شدن که DNA هم مثل پروتئین توان تغییر پذیری داره و میتونه ماده ژنتیکی باشه. یک پلیمر مولکول بلند زنجیرواری که از واحدهای به نام مونومر متصل به هم تشکیل شده. خیلی از مولکول‌های مهم از نظر زیستشناسی مثل پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و پلی‌ساکارید و لیپیدها پلیمر هستن. پلیمرهای خطی شامل اسیدهای نوکلئیک و پلی‌پپتیدها هستن. پلیمرهای منشعب مثل پلی‌ساکاریدها هستن. نوکلئوتیدها مونومرهای DNA هستن. نوکلئوتید واحد اصلی مولکول DNA رو تشکیل میده. نوکلئوتیدها داخل سلول به عنوان قسمتی از اسید نوکلئیک ها یا به صورت مولکول های منفرد تکی پیدا میشن که میتونن نقش های متفاوتی در سلول داشته باشن. یه نوکلئوتید از سه قسمت قند، باز ازوته و اسید فسفوریک تشکیل شده. قند نوکلئوتید تو ساختمون DNA یه پنتوز به نام دوپرین دیوکسی ریبوز وجود داره. پنتوز یعنی داره 5 تا اتم کربن هستش. نام دوپرین دیوکسی ریبوز نشون میده که ساختار ریبوز معمولی تخریب شده و به جای گروه هیدروکسیل متصل به کربن دوپریم در دوپرین دیوکسی ریبوز هیدروژن به گروه دوپریم متصل شده. اتم‌های کربن تو قند ریبوز همیشه از کربنی که دارای گروه کربونیل هست شماره گذاری میشن. این کربن شماره 1 پریم میگیره، کربن‌های بعدی 2 پریم، 3 پریم، 4 پریم و 5 پریم شماره گذاری میشن. قند پنتوز میتونه تو دو تا شکل مختلف وجود داشته باشه. یکی به صورت خطی یا فیشر و یکم به صورت حلقوی یا ساختار هاورد که شکل حلقوی دوپرین دیوکسی ریبوز توی نوکلئوتید وجود داره. باز ازوته. این بازها ساختارهای تک حلقه یا پیریمیدین یا دو حلقه یا پورین دارن که به کربن یک پیرین قند وصل میشن. پورین ها که دو حلقه هستن شامل آدونین و گوانین. پیریمیدین ها که تک حلقه هستن تو دی ان ای شامل سیتوزین و تیمین هستن. یک باز تک حلقه دیگه به نام اوراسیل یا یوراسیل وجود داره که تو ساختمان دی ان ای وجود نداره و فقط تو ساختمان آر ان ای هستش. یه نکته که باید توجه کنید این هستش که برای اتم‌های باز نیتروژن عددهای 1, 2, 3, 4 به کار میره، در صورتی که شمارهای پریمدار برای تشخیص اتم‌های کربن قند به کار میره. اصطلاح نوکلئوزید به مولکول قند متصل به باز ازوته میگن. اسید فسفوریک. اگه یک گروه اسید فسفوریک به کربن 5 پریم قند متصل بشه به اون نوکلئوتید میگن. پس در اثر اتصال اسید فسفوریک به نوکلئوزید نوکلئوتید به وجود میاد. تا 3 تا گروه فسفات میتونن به صورت پشت سر هم به یه دونه نوکلئوزید وصل بشن. اگر یک گروه فسفات به یک نوکلئوزید وصل بشه به اون نوکلئوزید مونوفسفات میگن. اگر 2 تا گروه فسفات به یک نوکلئوزید متصل بشه به اون نوکلئوزید دیفسفات میگن و اگر 3 تا گروه فسفات به یک نوکلئوزید متصل بشه به اون نوکلئوزید تری فسفات میگن. گروه های فسفات به طور منفرد با نمادهای آلفا، بتا و گاما نشون داده میشه. آلفا فسفات به طور مستقیم به قند متصل میشه. نامگذاری نوکلئوتیدها. تعداد 4 تا نوکلئوتید مختلف به همدیگه متصل میشن تا دی ان ای رو تشکیل بدن. نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده دی ان ای شامل دی ای تی پی یا با حرف اختصار ای نشونش میدن یا دوپرین دیوکسی آدنوزین 5 پرین تری فسفات، دی جی تی پی یا با اختصار جی نشونش میدن یا دوپرین دیوکسی گوانوزین 5 پرین تری فسفات، دی سی تی پی یا با اختصار سی نشونش میدن یا دوپرین دیوکسی سیتیدین 5 پرین تری فسفات، دی تی تی پی یا با حرف اختصار تی نشونش میدن یا دوپرین دیوکسی تیمیدین 5 پرین تری فسفات هستش.
معمولا به جای نام کامل اونها رو با A, G, C و T نشونش میدن. پلی نوکلئوتیدها. برای ایجاد یک مولکول دی ان ای، نوکلئوتیدها به هم وصل میشن تا یک پلیمر تشکیل بدن. این پلیمر رو پلی نوکلئوتید میگن که از اتصال یک نوکلئوتید به نوکلئوتید دیگه از طریق گروه فسفات ایجاد میشه. نوکلئوتیدها به وسیله پیوندهای فسفودیستر به هم دیگه وصل میشن. در مونونوکلئوتیدها گروه آلفا فسفات متصل به کربن 5 پرین یک نوکلئوتید به کربن 3 پرین نوکلئوتید دیگه متصل میشه. معمولا یه پلی نوکلئوتید از زیر واحدهای نوکلئوز تریفسفات ساخته میشه و موقع پلیمریزه شدن فسفات‌های بتا و گاما شکسته میشن و جدا میشن. گروه هیدروکسیل متصل به کربن 3 پرین از نوکلئوتید دوم هم از بین میره. به اتصال بین نوکلئوتیدها تو یک پلی نوکلئوتید پیوند فسفودیستر میگن که کلمه فسفو به خاطر وجود یک اتم فسفر و دیستر به خاطر دو تا پیوند استری در هر اتصاله. به پیوند فسفودیستری 5 پرین به 3 پرین هم میگن. پلی نوکلئوتیدها دارای پایانه‌های شیمیایی متمایز هستن. در یک پلی نوکلئوتید دو تا انتهای مولکول مشابه نیستن. در یک انتهای مولکول یک گروه سه فسفات به کربن 5 پرین وصله. این انتها در پیوند فسفودیستری شرکت نمی‌کنه و فسفات‌های بتا و گاما رو هم داره. به این انتها پایانه 5 پرین یا 5 پرین فسفات میگن. تو انتهای دیگه مولکول گروه آزاد سه پرین هیدروکسیل قرار داره و اون رو پایانه سپرین یا سپرین اوهاش میگن. این موضوع نشون میده که پلی نوکلئوتیدها دارای یک جهت هستن که به صورت 5 پرین به سپرین یا سپرین به 5 پرین هستش. پلی نوکلئوتیدها میتونن هر نوع طول و توالی رو داشته باشن. هیچ محدودیتی در مورد تعداد نوکلئوتیدهایی که به هم وصل میشن تا یک پلی نوکلئوتید دی ان ای رو به وجود بیارن وجود نداره. مولکول‌های دارای چند هزار نوکلئوتید تو آزمایشگاه مورد دستکاری قرار میگیرن و مولکول‌های دی ان ای در کروموزوم‌ها خیلی بلندتر و طولانی‌تر هستن و ممکنه چند میلیون نوکلئوتید داشته باشن. علاوه بر این محدودیت شیمیایی در مورد ترتیب وصل شدن نوکلئوتیدها وجود نداره. در هر نقطه از زنجیره دی ان ای یکی از چهار نوکلئوتید آدونین، گوانین، سیتوزین یا تیمین میتونه قرار بگیره. تعداد توالی باعث تغییرپذیری دی ان ای میشه و باعث میشه که ماده ژنتیکی در حالت بی‌نهایت زیاد پیدا بشه. مارپیچ دوگانه. کشف مارپیچ دوگانه توسط فرانسیس کریک و جیمز واتسون در کمبریج در سال 1953 یکی از بزرگترین پیروزی‌های به دست اومده تو تاریخ علم بود و روی خیلی از جنبه‌های ژنتیک مولکولی و حتی زیستشناسی اثر داشت. واتسون و کریک برای تشخیص ساختار دقیق مولکول دی ان ای تو سلول زنده اومدن مدل سازی کردن. اونها یه مدل نمونه بر اساس اطلاعات موجود در اون زمان برای دی ان ای ساختن. مدل باید از قوانین شیمی پیروی میکرد. یعنی اگر یک پلی نوکلئوتید پیچ میخورد یا روی هم میافتاد، اتمهای مختلف اون نباید بیش از حد به هم نزدیک میشدن و پیوندهای شیمیایی باید با فاصله مناسب بین اتمها ایجاد میشد. واتسون و کریک نتایج بررسیهای چارگاف و فرانکلین رو در ساختار مدل دی ان ای در نظر گرفتن. نسبت بازهای چارگاف. چارگاف و همکاراش با استفاده از روش کروماتوگرافی با کاغذ تونستن مقادیر صحیح و درست هر کدوم از چهار باز ازوته رو تو نمونهای خالص شده دی ان ای تعیین کنن. اونها نشون دادن که بین نسبتهای بازی تو همه نمونهای دی ان ای یه رابطه ساده ریاضی وجود داره. تعداد آدونین برابر با تعداد تیمین و تعداد گوانین برابر با تعداد سیتوزین هستش. به عبارت دیگه تعداد کل پورین ها یعنی آدونین به اضافه گوانین برابر هستش با تعداد کل پیرمیدین ها یعنی تیمین به اضافه سیتوزین. درسته که تعداد آدونین برابر هستش با تعداد تیمین و تعداد گوانین برابر است با تعداد سیتوزین، ولی مجموع آدونین به اضافه تیمین برابر مجموع گوانین به اضافه سیتوزین نیستش. در واقع میزان سیتوزین و گوانین یا برعکس اون آدونین تیمین در دی ان ای موجودات از یک گونه به گونه دیگه خیلی متفاوته.
دلیل این امر روشن نیستش، اما این مسئله میتونه روی ساختار و واکنش ژن اثر مهمی داشته باشه. تجزیه دی ان ای توسط پراش اشعه ایکس. دومین مدرک برای واتسون و کریک الگوی پراش اشعه ایکس توی رشته دی ان ای بودش که به وسیله اشعه ایکس بمباران شده بود. نظریه پرش اشعه X مبتنی بر این موضوعه که وقتی اشعه X از یک بلور عبور میکنه، ساختمان سه‌بعدی مولکول ها تو بلور زاویه انکسار رو تعیین میکنن. اشعه X به مولکول دی ان ای داده شد، اشعه X از دی ان ای عبور میکنه و در اثر انتشار نور لکه ها یا نقطه های روی فیلم عکاسی ظاهر میشه. موقعیت و شدت این لکه ها ساختمان مولکول رو تعیین میکنه. استفاده از تجزیه پراش اشعه ایکس در اواخر قرن 19 شروع شد و با استفاده از اون تونستن ساختمان سه‌بعدی اجسام مثل پروتئین و دی ان ای رو مشخص کنن. در سال 1952 فرانکلین توسط تجزیه پراش ایکس مشخص کرد که یک پیچ دی ان ای دارای قطر 3.4 آنگستروم و طول 34 آنگستروم هستش. خصوصیت مارپیچ دوگانه دی ان ای. مارپیچ دوگانه دی ان ای دارای 7 ویژگی عمده هستش. اول اینکه مارپیچ دارای 2 تا رشته پلی‌نوکلئوتیدی هستش. دوم اینکه بازهای ازوته در داخل مارپیچ قرار دارن. دیواره مولکول یعنی قند و فسفات در خارج و بازها در داخل مارپیچ قرار دارن. در واقع بازها در داخل مارپیچ مثل بشقابایی هستن که روی همدیگه قرار دارن. سومی که بازهای دوتا نوکلئوتید به وسیله پیوندهای هیدروژنی به همدیگه وصل میشن. در واقع این وضعیت نسبت بازهای چارگاف رو توضیح میده. یک باز آدونین از یک رشته پلی‌نوکلئوتیدی همیشه متصل به یک باز تیمین در رشته پلی‌نوکلئوتیدی دیگه هستش و یک باز گوانین توی رشته پلی‌نوکلئوتیدی همیشه متصل به یک باز سیتوزین تو رشته پلی‌نوکلئوتیدی دیگه هستش. این جفت بازها میتونن بین همدیگه پیوند هیدروژنی تشکیل بدن. بین آدونین و تیمین دو تا پیوند هیدروژنی و بین سیتوزین و گوانین سه تا پیوند هیدروژنی تشکیل میشه. پیوندهای هیدروژنی باعث اتصال دو تا رشته دی ان ای به هم دیگه میشن. چهارم این که 10 جفت باز در هر دور مارپیچ وجود داره. طول یک دور دی ان ای که شامل 10 باز هستش 34 آنگسترام یا 3.4 نانومتر هستش. بنابراین فاصله بین دو تا باز متوالی 3.4 آنگسترام یا 34 نانومتر هستش. قطر مارپیچ هم 2 نانومتر یا 20 آنگسترام هستش. طول مولکول دی ان ای رو با تعداد جفت باز نشون میدن و 1 کیلو جفت باز برابر با 1000 جفت بازه و 1 میلیون جفت باز برابر با 1000 کیلو باز هستش. پنجمی که دو رشته مارپیچ دوگانه موازی معکوس همدیگه هستن. اگر از یکی از رشته‌ها رو که به رنگ قرمز هستش جهتش رو نگاه کنید 5 فریم به 0 فریم و رشته دیگه که با رنگ آبی نشون داده شده دارای جهت 0 فریم به 5 فریم هستش. وقتی دو تا پلی‌نوکلئوتید جهتشون متضاد باشه میتونن یک مارپیچ پایدار و ثابت رو تولید کنن. ششمین خصوصیت دی ان ای این هستش که مارپیچ دوگانه دارای دو تا فرو رفتگی یا دو تا شیار هستش. مارپیچ دی ان ای کاملا منظم نیستش و دارای یه دونه شیار کوچیک و یه دونه شیار بزرگ هستش. این شیارها در اثر متقابل بین دی ان ای و پروتئین تو همانندسازی دی ان ای اهمیت دارن. هفتمین خصوصیت مارپیچ دوگانه این هستش که مارپیچ دوگانه راستگرا هستش. معنی این موضوع اینه که اگر دی ان ای یه پلکان مارپیچی در نظر گرفته بشه که از اون بشه بالا رفت، ستون اون یعنی دیواره قند و فسفات در سمت راست فردی که داره از این پله ها بالا میره قرار میگیرن. از بین ویژگی های مختلف مولکول دی ان ای که گفته شد، مسئله جفت شدن بازها از همه مهمتره. فقط جفت شدن آدونین با تیمین و سیتوزین با گوانین عملا قانون حاکمه. جفت شدن پورین با پورین خیلی بزرگه و نمیتونه داخل مارپیچ جا بشه. جفت شدن پیرامیدین با پیرامیدین هم خیلی کوچیکه و نمیتونه جوری قرار بگیره که پیوند هیدروژنی تشکیل بشه. بنابراین دو تا پلی‌نوکلئوتید توی مارپیچ دوگانه مکمل همدیگه و توالی یکی توالی اون یکی رو تعیین میکنه.
جفت شدن تکمیلی بازها داره اهمیت زیادی تو ژنتیک مولکولیه، چون باعث میشه که توالی یک مولکول دی ان ای موقع همانندسازی دی ان ای ثابت بمونه و جفت شدن بازها باعث میشه اطلاعات زیستشناختی ژنها تو تقسیم سلولی از بین نره. اشکال متفاوت دی ان ای. دی ان ای ساختمان دورشتهی مارپیچی ثابتی داره ولی شکلهای فضایی مختلفی به خودش میگیره. این شکل‌های فضایی تا حد زیادی به ترکیب بازی دی ان ای وابسته است. این شکل‌های مختلف فضایی دی ان ای ممکنه تو تنظیم بیان ژن نقش داشته باشن، چون تغییر شکل فضایی دی ان ای باعث میشه میزان میل ترکیبی پروتئین‌های تنظیم کننده دی ان ای تغییر کنه. شکل‌های فضایی مختلف دی ان ای به وسیله کریستالوگرافی اشعه ایکس مشخص شده. کریستالوگرافی اشعه ایکس ثابت کرد که شکل‌های مختلف دی ان ای به ترکیب بازی دی ان ای و شرایط فیزیولوژیکی محیط دی ان ای بستگی داره. متداول‌ترین شکل‌های دی ان ای شامل ای دی ان ای، بی دی ان ای، سی دی ان ای و زد دی ان ای هستند. ای دی ان ای راستگرا هستش و تعداد 11 جفت باز در هر دور مارپیچ قرار داره و فاصله بین جفت بازها 2.6 آنگستروم و قطر مارپیچ 23 آنگستروم هستش. شکل بی دی ان ای راستگرا هستش، تعداد 10 جفت باز در هر دور مارپیچ قرار داره، فاصله بین جفت بازها 3.4 آنگستروم و قطر مارپیچ 20 آنگستروم هستش. cDNA راستگرا هستش، تعداد 9.3 جفت باز در هر دور مارپیچ وجود داره، فاصله بین جفت بازها 3.3 آنگستروم و قطر مارپیچ 19 آنگستروم هستش. zDNA چپگرا هستش و تعداد 12 جفت باز در هر دور DNA قرار داره و فاصله بین جفت بازها 3.7 آنگستروم و قطر مارپیچ 18 آنگستروم هستش. بیشتری شکل فضایی دی ان ای، دی ان ای نوع بی هستش. وقتی کریستال های بی دی ان ای خشک میشن یا میزان نمک کریستال ها کم میشه، مولکول های کشیده و باریک بی دی ان ای تبدیل به مولکول های کوتاه و ضخیم ای دی ان ای میشن. تو بی دی ان ای جفت بازها نسبت به محور مرکزی به صورت متقارن قرار میگیرن، ولی در ای دی ان ای جفت بازها به سمت لبه های شیار بزرگ کشیده میشن. در نتیجه شیار بزرگ باریکتر و عمیقتر و شیار کوچیک بزرگتر و توپرتر میشه. این باعث میشه طول هر پیچ از 34 آنگستروم در بی دی ان ای به 26 آنگستروم در ای دی ان ای کاهش پیدا کنه. تعداد جفت بازهای هر دور هم از 10 تا باز در بی دی ان ای به 11 تا باز در ای دی ان ای برسه و قطر مارپیچ از 20 آنگستروم به 23 آنگستروم در ای دی ان ای برسه. ای دی ان ای در شرایط فیزیولوژیک تشکیل نمیشه. زد دی ان ای کشیده تر و باریکتر از بی دی ان ای هستش. یه دور کامل مارپیچ دورشته ی زد دی ان ای دارای 12 تا نوکلئوتید و طول هر دور 37 آنگستروم در مقابل 34 آنگستروم در هر دور بی دی ان ای هستش. قطر مارپیچ زد دی ان ای 18 آنگستروم در مقابل 20 آنگستروم برای بی دی ان ای هستش. شیار بزرگ بی دی ان ای در زد دی ان ای به سطح مهدب تبدیل میشه. در زد دی ان ای شیار بزرگ وجود نداره و شیار کوچیک هم یک شکاف عمیقه که دور ساختمون پیچیده میشه. در داخل سلول ها دی ان ای غالباً به شکل فضایی بی وجود داره، ولی نواحی غنی از توالی های سیتوزین و گوانین ممکنه که شکل فضایی زد به خودشون بگیرن. شکل فضایی دی ان ای تو فرم فضایی بی با شکل فضایی زد خیلی متفاوته. با تبدیل شکل های فضایی دی ان ای به همدیگه ممکنه فعالیت پروتئین هایی که با دی ان ای واکنش میدن تغییر کنه و این موضوع خودش میتونه تو تنظیم بیان ژن مؤثر باشه. عوامل پایدار کننده دی ان ای، نیروهایی که باعث پایداری مواد مختلف حیاتی میشن و شکل فضایی خاصی به اونها میدن، تقریبا برای پروتئین ها، لیپید ها و اسید های نوکلئیک یکسانن. این نیروها از یه طرف به اندازه قوی هستند که باعث پایداری ساختار اجزای سلولی میشن و از طرف دیگه به اندازه انعطاف پذیرن که در موارد ضروری باعث تغییر شکل فضایی میشن.
پیوندهای کوولانسی از نظر اتصال بین اتم‌های یک مولکول اهمیت دارند، ولی نیروهای ضعیف مثل نیروهای آبگوریزی، نیروهای واندروالسی، پیوندهای هیدروژنی و نیروهای الکتروستاتیکی یون‌ها باعث ایجاد ساختارهای فضایی انعطاف پذیر میشن. پایداری ساختار دی ان ای رو میشه به 4 تا عامل نسبت داد. 1. نیروهای آبگوریز. 2. نیروهای واندروالس. 3. پیوندهای هیدروژنی. 4. پیوندهای الکتروستاتیکی. نیروهای آبگوریز. نیروهای آبگوریز باعث پایداری جفت بازها میشن. حلقه های پورین و پیریمیدین خاصیت آبگوریزی دارن و به همین دلیل به وسیله مولکول های آبی که در اطراف دی ان ای وجود داره به طرف داخل مارپیچ کشیده میشن، در صورتی که قسمت های آبدوس مثل قندها و فسفات ها به سمت محیط آبی اطراف قرار میگیرن. نیروهای واندروالس. بین قسمت های غیر قطبی حلقه های پورین و پیریمیدین نیروهای واندروالس به وجود میاد. نیروهای واندروالس نیروهای ضعیفی هستند اما باعث پایداری مولکول دی ان ای میشن. پیوندهای هیدروژن. پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازها باعث پایداری مولکول دی ان ای میشن. جفت باز گوانین سیتوزین با 3 تا پیوند هیدروژنی به هم متصل میشن. جفت باز آدنین تیمین با 2 تا پیوند هیدروژنی به هم متصل میشن. جفت باز سیتوزین و گوانین به خاطر داشتن یه باند هیدروژنی بیشتر پایدارتر از جفت باز آدنین تیمین هستش. پیوندهای الکتروستاتیکی. زنجیرهای فسفودیستر دی ان ای ستون فقرات دی ان ای هستن، چون بار منفی دارن و با کاتیون ها پیوند برقرار میکنن. علت اصلی بار منفی اینه که یون فسفات موجود در ستون جانبی دی ان ای یه هیدروژن اسیدی داره و میتونه یونیزه بشه و بار منفی به خودش بگیره. دافعه الکتروستاتیکی این بارهای منفی میتونه باعث ناپایداری دی ان ای بشه، ولی وجود یونهای مثبت مخصوصا منیزیم دوباره مثبت که به طور پایدار و محکم به ستون فسفودیستر متصل میشن باعث پایداری مارپیچ دورشته ای میشن. دی ان ای فراپیچیده یا سوپرکویل. وقتی برای اولین بار ژنوم باکتری ها و ویروس ها مورد بررسی قرار گرفت، دانشمندان متوجه شدن که اندازه مولکول دی ان ای این موجودات خیلی بزرگتر از اونیه که به صورت طبیعی بتونه داخل این موجودات قرار بگیره. بعد از بررسی زیاد مشخص شد که دی ان ای موجودات اولا به صورت حلقویه، یعنی 2 تا انتهای اون به هم دیگه متصلن، و دوم که این دی ان ای به صورت فراپیچیده یا سوپرکویل وجود داره. تو ساختمان طبیعی نوع بی دی ان ای تو هر دور از مارپیچ دی ان ای 10 جفت باز وجود داره، ولی اگر دی ان ای پیچیده تر بشه پیچ ها فشرده تر میشن و برای مثال تعداد جفت باز در هر دور از 10 تا به 9 تا میرسه. اگر مقدار پیچش دی ان ای کمتر بشه پیچ ها کمی باز میشن و تعداد جفت باز در هر دور از 10 تا به 11 تا نوکلئوتید میرسه. به عمل کاهش پیچش و افزایش پیچش عمل فراپیچشی گفته میشه. ما 2 نوع فراپیچش داریم. یه فراپیچش منفی و یه فراپیچش مثبت. فراپیچش منفی. تو مولکول‌های دی ان ای حلقوی در اثر کاهش پیچش تعداد جفت باز در هر دور زیاد میشه و عدد پیچش کم میشه. تو فراپیچش مثبت تو مولکول دی ان ای حلقوی در اثر افزایش پیچش تعداد جفت باز در هر دو کم میشه اما عدد پیچش زیاد میشه. عدد پیچش به تعداد دورهایی که 2 تا رشته دی ان ای به دور همدیگه میپیچن عدد پیچش میگن. عدد پیچش شاخصی از طول مولکول دی ان ای و ساختمان پیچهای دی ان ای هستش. عدد پیچش برابر هستش با تعداد جفت باز مولکول دی ان ای تقسیم بر تعداد جفت باز در هر دور هستش. تغییر فراپیچ ها به وسیله آنزیم های توپوئیزومراز انجام میشه. موقع ایجاد فراپیچ منفی مولکول دی ان ای در جهت چپگرد روی خودش پیچ میخوره و موقع ایجاد فراپیچش مثبت دی ان ای در جهت راستگرد به روی خودش پیچ میخوره. فراپیچ مثبت در طبیعت وجود نداره و فقط تو شرایط آزمایشگاهی دیده میشه، ولی فراپیچ منفی تو طبیعت زیاد دیده میشه. تو باکتری ها تقریبا به ازای هر 1000 جفت باز طول دی ان ای 5 فراپیچ منفی تو مولکول های دی ان ای وجود داره که باعث فشرده شدن دی ان ای میشه.
یکی از مهمترین دلایل وجود فراپیچ منفی تو طبیعت به جای فراپیچ مثبت اینه که فراپیچ منفی با باز کردن دورهای داخلی رشته دی ان ای و کاهش عدد پیچش باعث پایداری بیشتر مولکول دی ان ای در برابر آنزیم های اندونوکلئاز میشه. از طرف دیگه ایجاد فراپیچش منفی فشار داخل حلقه دی ان ای رو زیاد میکنه و باعث میشه که دو تا رشته دی ان ای راحت تر از هم جدا بشن. در نتیجه فراپیچ منفی باعث آسون تر شدن همانندسازی و رونویسی میشه. توپو ایزومراز ها تو مولکول های دی ان ای غیر حلقوی هر وقت داخل مولکول تعداد پیچ اضافه یا کم بشه، انتهای باز دی ان ای با چرخش آزاد خودش تعداد دورها رو تنظیم میکنه. ولی تو دی ان آهای حلقوی که دوتا انتهای مولکول دی ان ای به هم متصلن، تغییر عدد پیچش فقط با شکستن پیوندهای فسفودیستر توی یه رشته یا هر دوتا رشته مولکول دی ان ای امکان پذیره. اعمالی مثل همانندسازی و رونویسی که نیاز به باز کردن دوتا زنجیره دی ان ای از همدیگه دارن، باعث تغییر میزان پیچش توی مولکول دی ان ای میشن و این تغییرات باید به نحوی تنظیم بشن. عمل اصلی تغییر و تنظیم عدد پیچش به عهده آنزیم‌های توپوئیزومراسه. این آنزیم‌ها هم تو باکتری‌ها و هم تو یوکاریوت‌ها وجود دارن و دو دسته هستن. توپوئیزومراز 1 و توپوئیزومراز نوع 2. توپوئیزومراز نوع 1 فقط یه رشته دی ان ای رو برش میده و در هر برش تعداد پیچش‌ها رو فقط به اندازه یک عدد کم یا زیاد می‌کنه. توپوئیزومراز نوع 2 هر دو تا رشته دی ان ای رو برش میده و عدد پیچش رو هم دو عدد تغییر میده. عمل توپوئیزومراز 2 با مصرف انرژی یا هیدرولیز آتپه یا آدنوزین تریفوسفات همراهه. توجه کنید که ایجاد پیچش مثبت و منفی تو مولکول دی ان ای به معنی تغییر کلی پیچش دی ان ای از حالت منفی به مثبت نیستش، چون دی ان ای با پیچش مثبت تو طبیعت وجود نداره. ایجاد پیچش مثبت و منفی به وسیله توپوئیزومراز فقط باعث تغییر فراپیچش میشه. در واقع توپوئیزومراز باعث تغییر فشار داخلی مولکول دی ان ای میشن تا بتونن یک حالت پایدار و ثابت ایجاد کنن. توپوئیزومراز نوع 1 در اشرشیاکولی یک آنزیم تک واحدیه که دارای وزن مولکولی 100 هزار دالتونه و توانایی ایجاد پیچش مثبت و منفی رو داره. عمل آنزیم توپوئیزومراز نوع 1 نیازی به انرژی خارجی نداره. آنزیم توپوئیزومراز نوع 2 در اشرشیاکولی به اون دی ان ا گیراز یا دی ان ا جیراز هم میگن، باعث ایجاد فراپیچش های منفی تو دی ان ای با سرعتی حدود 100 پیچش در دقیقه میشه. این پروتئین یعنی آنزیم توپوئیزومراز نوع 2 یک آنزیم 4 قسمتی هستش، یعنی تترامر هستش که داره دو تا زیرواحد A و دو تا زیرواحد B هستش و با هر برش عدد پیچش دی ان ای رو به اندازه دو واحد کم میکنه و عمل این آنزیم نیاز به انرژی داره. بازهای تغییر یافته دی ان ای. بازهای دی ان ای همیشه ساختمان طبیعی ندارن و در اکثر موارد تغییراتی روی اونها انجام میشه. مهمترین این تغییرات متیلی شدن هستش که در مورد سیتوزین و آدونین انجام میگیره. باز آدونین تو محل نیتروژن N6 و باز سیتوزین در محل نیتروژن N3 متیله میشه. مکانیزم های متیلاسیون بازها به طور کامل روشن نشده و نظرات مختلفی وجود داره. مثلا متیلاسیون باعث شناسایی دی ان ای خودی از دی ان ای غریبه و بیگانه میشه، یا باعث شناسایی رشته دی ان ای تازه ساخته شده از رشته دی ان ای قدیمی میشه، و یا اینکه متیلاسیون باعث تنظیم بیان ژن میشه. شناسایی دی ان ای خودی از دی ان ای غریبه باعث جلوگیری از تکثیر بعضی ویروس ها در داخل سلول ها میشه. شناسایی دی ان ای تازه سنتز شده نسبت به دی ان ای قدیمی تو همانندسازی دی ان ای و تو اصلاح دی ان ای نقش مهمی داره. چون دی ان ای قدیمی متیله میشه و به این ترتیب برای آنزیم های داخل سلول قابل شناسایی هستش. پلی نوکلئوتید آر ان ای که بهش ریبونوکلئیک اسید یا اسید ریبونوکلئیک هم میگن، بعد از اون که میشه
دی ان ای رو از هسته جدا کرد، دانشمند دیگه‌ای به نام هوپسیلر تو همون آزمایشگاهی که میشر کار میکرد ماده دیگه‌ای رو از هسته جدا کرد که خیلی شبیه به دی ان ای بودش و اون رو آر ان ای نامگذاری کردش. آر ان ای اولین بار از مخمر جدا شدش، ولی بعدن وجود آر ان ای تو باکتری ها و گیاهان هم به اثبات رسید. برای مدت‌های طولانی فکر می‌کردن که آر ان ای تو حیوانات وجود نداره و حتی وقتی برای اولین بار آر ان ای از سلول‌های حیوانی جدا شد، فکر کردن که این آر ان ای مربوط به گیاهانیه که جانور خورده و این نظریه تا زمان فولگن ادامه داشتش. فولگن در سال 1914 دو تا رنگ مختلف رو کشف کرد که یکی از این دو تا رنگ فقط دی ان ای و اون یکی فقط آر ان ای رو رنگ‌آمیزی می‌کرد. با رنگ‌آمیزی افتراقی به وسیله فولگن ثابت شد که آر ان ای و دی ان ای تو تمام سلول‌های زنده وجود دارن. بررسی ساختمان آر ان ای نشون داد که آر ان ای پلیمر خطی از ریبونوکلئوتیدهایی هستش که مثل نوکلئوتیدهای دی ان ای از طریق پیوندهای فسفودیستر 5 پریم به 3 پریم به همدیگه متصل میشن. اما تفاوت‌های بین دی ان ای و آر ان ای وجود داره. یکی اینکه قند موجود در آر ان ای ریبوز هستش، یعنی به کربن دو پرین اوهاش یا هیدروکسین متصل هستش، اما قند موجود در دی ان ای دو پرین دیوکسی ریبوز هستش، یعنی به کربن دو پرین هیدروژن متصل هستش. باز موجود در آر ان ای اوراسیل یا یوراسیل هستش، اما باز موجود در دی ان ای تیمین هستش. مولکول‌های آر ان ای معمولاً تک رشته‌ای هستند، ولی در داخل هر مولکول آر ان ای ممکنه حالت مکمل بین بازها وجود داشته باشه که باعث جفت شدن بازها و ایجاد ساختمان سه‌بعدی خاص بشه و باعث به وجود اومدن آر ان ای‌های مختلف بشه. تعداد کمی مولکول آر ان ای به صورت دو رشته‌ای پیدا شدن. این مولکول‌های دو رشته‌ای آر ان ای ساختمان شبیه ADNA دارن. مارپیچ RNA تو هر دوره خودش 11 جفت باز داره. این ساختار باعث کشیده شدن جفت بازها به سمت خارج از محور مرکزی مارپیچ میشه و به گروه هیدروکسیل دو پریم قند ریبوز اجازه میده تا به سمت خارج قرار بگیره. ساختاری شبیه BDNA برای مارپیچ RNA امکان پذیر نیستش، چون بین گروه دو پریم هیدروکسیل و گروه های فسفات و بازهای عالی مجاور اون مزاحمت فضایی به وجود میاد. نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده RNA. نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده RNA شامل آدنوزین 5 پرین تریفسفات هستش که با ATP یا به طور اختصار با A نشونش میدن. گوانوزین 5 پرین تریفسفات هستش که با GTP یا به اختصار با G نشونش میدن. سیتیدین 5 پرین تریفسفات هستش که به صورت CTP یا به اختصار با C نشونش میدن. و اوریدین 5 پرین تریفسفات هستش که با UTP یا با اختصار U نشونش میدن. انواع مختلف RNA در سلول. آرنای مختلفی تو سلول وجود دارن که تو فصلهای بعدی به طور مفصل در مورد اونها توضیح میدیم که شامل RRNA هستش یا RNA ریبوزومی هستش، tRNA هستش یا RNA ناقل هستش، mRNA هستش که بهش mRNA پیک یا پیام رسان میگن یا بهش RNA پیامبر هم گفته میشه، hnRNA هستش که RNA ناهمگن هسته‌ای هستش، scRNA که آرنای کوچیک سیتوپلاسمی هستن، snRNA که آرنای کوچیک هسته‌ای هستن، snoRNA که تو پردازش آرنای ریبوزومی دخالت دارن، 7sLRNA هستش که تو مسیر ترشح پروتئین درگیر هستن، 7skRNA، 7smRNA و آلو آر ان ای هستن که هنوز کنش و فعالیت این سه نوع آر ان ای مشخص نشده. تفاوت شیمیایی آر ان ای و دی ان ای. تغییر قند دو پریم دزوکسی ریبوز تو دی ان ای به ریبوز در آر ان ای باعث تفاوت خصوصیات زیادی بین آر ان ای و دی ان ای میشه. عامل دو پریم هیدروکسیل باعث میشه که اولا آر ان ای نتونه شکل فضایی بی به خودش بگیره. دوماً آر ان ای بتونه ساختمان‌های سه‌بعدی متعددی به خودش بگیره.
و سوم RNA از نظر شیمیایی فعالتر از DNA باشه. در واقع عامل هیدروکسیل آزاد موجود در RNA به این مولکول اجازه میده که حتی به صورت یک آنزیم عمل کنه. اثر حلال‌های قلیایی روی RNA یکی از واکنش‌های شیمیایی هستش که اهمیت عامل 2' هیدروکسیل رو نشون میده. اگر RNA تو محلول 1/10 مولار قلیایی در دمای 25 درجه سلسیوس قرار بگیره، در عرض چند دقیقه RNA به مخلوطی از 2' نوکلئوزید مونوفسفات و 3' نوکلئوزید مونوفسفات تجزیه میشه، ولی DNA در این شرایط کاملا پایداره.